سلام، نازنین هستم. به چنل مگافکت خوش اومدید. در این ویدیو قرار است سرگذشت رافائل تایتانیک ایران بعد از انقلاب 57 براتون بگم. در ابتدا میخوام از اونجای شروع کنم که اصلا رافائل چطور به ایران اومد و بعد در آخر نحوه نابودیش به چه شکلی بود. کشتی رافائل یکی از جاذبه های دیدنی و پرماجرای بوشهره که در سال 1976 توسط دولت پهلوی به عنوان تسویه بدهی تسهیلاتی که سالها قبل گرفته شده بود و تسویه نکرده بودن گرفته شد. و دلیلش هم این بود که ایتالیایی ها توان پرداخت بدهی قبلیشون رو نداشتن. کشتی رافائل در زمان ورودش به ایران از ایتالیا در سال 1976 در بندر بوشهر ایران پهلو گرفت و به یکی از جاذبه های شهر بوشهر تبدیل شد. کشتی ایتالیایی رافائل سرگذشت پرماجرایی داره. این کشتی گنجایش 1800 مسافر رو داشت و حتی لقب شهرک تفریحی و تجملاتی رو هم گرفت. دلیلش هم این بود که امکاناتش خیلی متنوع و اندازه بود. داشتن 6 استخر مخصوص کودکان و بزرگسالان، 750 سوئیت بزرگ و کوچیک که در اون حمام‌های با مرمرهای گران قیمت ایتالیایی ساخته شده بود. این کشتی بسیار بزرگ و با عظمت بود و تمام امکانات رفاهی و تفریحی رو در بالاترین سطح انتظار برآورده می‌کرد. به جز مواردی که گفتم، می‌خوام از یه سری امکانات دیگه براتون بگم که جذابیت این کشتی رو چند برابر می‌کرد. امکاناتی از قبیل سالن‌های سینما و تئاتر، زمین‌های ورزشی، استخر، هتل، تالارهای باشکوه، رستوران و غیره اشاره کرد. هیچ کدام از کشورهای پیشرفته اون زمان کشتی مثل رافائل رو نداشتن. هدف از خرید رافائل این بود که توی یکی از جزیره های ایران مستقر شه که جاذبه‌ای برای جهانگردان خارجی مثل ثروتمندان حاشیه خلیج فارس باشه تا بتونن برای مدتی از امکانات تفریحی اون استفاده کنن. کشتی رافائل 18 آسانسور توی طبقات مختلف داشت و حدود 30 سالن برای برگزاری جشن‌ها، مهمانی‌ها و اجرای نمایش‌ها و همچنین چند باشگاه ورزشی و پرورش اندام داشت. این کشتی در کتاب‌های تاریخی حتی با عنوان تایتانیک ایران هم لقب گرفته. گفته شده روزی که رافائل از ایتالیا به طرف ایران حرکت کرده، مردم ایتالیا اونو با اشک بدرقه می کردن، چون کشورشون مثل ایران ثروتمند نبود و مجبور بودن کشتی که خودشون ساختن و بابت بدهی بدن به ایران. این کشتی توی قصه و اشک ایتالیایی ها به سمت ایران آرام آرام حرکت می کنه و هیچ منفعتی برای خطوط دریایی کشتیرانی ایتالیا به همراه نداشته. اما نباید این موضوع رو نادیده بگیریم که ایتالیا با ساخت این کشتی تونست صاحب اسم برترین کشور برای ساخت کشتی‌های بی‌نظیر رو برای خودش به دست بیاره و رافائل و میکلانج تونستن برای این کشور تبلیغات خوبی باشن. زمانی که دو کشتی رافائل و میکلانج به ایران رسیدن، یکی در بندر عباس و دیگری در بندر بوشهر پهلو گرفتن. میکلانج رو به بندر عباس و رافائل رو به بندر بوشهر فرستادن. حالا دیگه رافائل به ایران تعلق داشت. خیلی ها برای دیدنش به بوشهر میرفتن و تا مدتی رو هر چند کوتاه توی این کشتی بگذرونن. جشن‌های زیادی در تالارهای رافائل برگزار میشد. این کشتی در اون دوران همتا نداشت. درسته که میکلانج مثل رافائل به ایران اومد، ولی به هیچ عنوان با رافائل قابل قیاس نبود. از این معامله فقط ایران تونسته بود که سود ببره. رافائل در سال 1965 تا 90 میلیون دلار قیمت گذاری شده بود. اما ایتالیا از سر ناچاری و اجبار و شرایط بحرانی اقتصادی 10 سال بعد رافائل و میکلانج رو که حدود 45 میلیون دلار قیمت واقعی داشتن هر کدام رو به مبلغ 2 میلیون دلار به ایران فروخت. این دو خواهر زیبا بهار سال 1356 قدم به آبهای گرم خلیج فارس گذاشتند و به محض ورود از هم جدا شدند. قرار بود هنر تاریخی طراحی ایتالیایی ها با هنر و صنعت مهندسی کشتی سازی اون زمان با هم قاطی شه و دو تا شناور بزرگ رو ایجاد کنه.
طراحی‌ها در ابتدا دو کشتی رو با بدنه سیاه رنگ و دودکش بزرگ سفید نشون میداد، اما برخلاف دیدگاه سنتی کشتی سازان ایتالیایی، طراح این پروژه تصمیم به طراحی یک کشتی مدرن گرفت. در سال 1962 اول کلید ساخت خواهر کوچکتر کشتی میکل آنژ زده شد. 5 ماه بعد ساخت جفت بزرگتر این کشتی شروع شد و رافائل هم رخ زیباشو نشون داد. بریم سراغ سرگذشت این دو کشتی. میکل آنژ بعد انقلاب به کشور پاکستان فروخته شد و بعد چند سالم اوراق شد. کشتی رافائل در لنگرگاه مورد اصابت موشک قرار نگرفت، بلکه به عمد و برای منحرف کردن موشک‌های اگزوست عراقی از سمت اسکله اونو به نقطه‌ای بردن که در معرض رادارهای موشکی باشه تا به عنوان تومه موشکی از اون استفاده کنن. رافائل قبل از اینکه حکم اعدامش صادر شه دوبار غارت شد، یکی در زمان هیجانات انقلاب و یکی هم زمان جنگ. هیچ گزارشی از اصابت مستقیم موشک به رافائل وجود نداره جز یک گزارش حریق که اون هم از طرف گشت هوایی گزارش شده بود که بعد اون حریق رافائل کم کم به زیر آب رفت و به پهلو خوابید. درسته بسیاری از قسمت‌های اون خراب شده بود ولی قابل تعمیر بود، اما هیچ اقدامی برای نجات اون انجام نشد. انگار این مسئله اصلا مهم نبود. غرق شدن رافائل به حدی بی اهمیت در نظر گرفته شد که وقتی ایتالیایی ها گفتن که بذارین ما بیایم کشتی رو از زیر آب بیرون بیاریم و تعمیر کنیم، گفتن نمیخواد بیاین. تمام تجهیزات و امکانات کشتی در حد امکان باز شد، به طوری که سیستم مخابراتی داخلی کشتی در پایگاه دریایی بوشهر به عنوان یک تلفن داخلی مورد استفاده قرار می گرفت. حتی سیستم مخابراتی این کشتی تا سال 1384 فعال بود و بعضی منازل مسکونی از اون استفاده می کردن. واقعا جای تأسف داره. هیچ اقدامی برای نجات این مروارید گرانبها انجام نشد و رافائل در اعماق خلیج فارس غرق شد و مورد هجوم غواصان محلی قرار گرفت. تمام گنجینه هایی که درون این کشتی به کار برده شده بود به غارت برده شد. رونق و درآمدزایی رافائل برای ایران تا سال 57 بیشتر طول نکشید. بعد انقلاب بود و نبود رافائل برای مسئولان وقت فرقی نمی کرد. کشتی رافائل نه سفری می رفت و نه کسی واردش می شد. به این ترتیب بخش قابل توجهی از سرمایه ایران زیر دریا رفت و هیچ کسی حتی یک بار هم نپرسید چرا رافائل رو رها کردین؟ بعد از سالهای سال که این کشتی عظیم الجثه در زیر آب قرار گرفته، اقدام به برش زدن بدنه و فروش اون گرفتن. کشتی رافائل ایتالیایی در عمق 7 متری دریا و در فاصله 2 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر قرار گرفته. به نظرتون چرا باید برای دولت نابودی این سرمایه که میتونست جذب توریستی زیادی داشته باشه بی اهمیت بود؟